یه ویدیو دیگه داریم در رابطه با بررسی وضعیت بازار در سه‌شنبه 18 ژوئن بعد از اعلام داده‌های اقتصادی. خب داده‌های اقتصادی امروز بیشتر مربوط به استرالیا، اروپا و امریکا میشد. بیشتر در واقع خبرهایی که داشتیم وضعیت در واقع شاخص قیمت‌های خونه‌ها در استرالیا منفی بود، چیزی که در اول صبح اعلام شد، و بعد ما بیشتر در واقع مهمترین خبر در رابطه با شاخص وضعیت اقتصادی در آلمان بود که منفی بود. متاسفانه اخبار مثبتی در واقع اخبار چندان جذابی نسبت به آلمان نداشتیم در طول روز، و اتفاقی که افتاد بعدش در رابطه با در خود حوزه یورو در واقع شاخص بهای مصرف کننده حوزه یورو بود که شاخص بهای مصرف کننده منفی بود. متاسفانه در رابطه با ماه می ماه به ماهش منفی بود، اما سال به سالش بدون تغییر باقی موند. یعنی در ماه می شاخص بهای مصرف کننده منفی بود، اما از می گذشته تا می امسال یعنی سال به سال بدون تغییر باقی موند. اما ترید بالانس اتحادیه اروپا در کل مثبت بود، خیلی بهتر از وضعیتی که انتظار می رفت بود. بعد از اون خبرها در مورد امریکا داشتیم که در واقع شاخص مجوزهای صادر شده برای ساختمانسازی کمتر از انتظار بود، ولی خب اونقدر تفاوت نداشت، یعنی تفاوت کمتر از انتظار بود ولی نه اونقدر زیاد. اما در واقع به صورت در ماه میش، اما در به صورت در واقع معذرت میخوام، شاخص در واقع مجوزهایی که صادر شده در ماه می منفی بود، اما ماه به ماه در ماه می رو بخوایم حساب کنیم، یعنی مقایسه ماه به ماه حساب کنیم، مثبت بود. و شاخص در واقع میزان شاخص خونه های جدیدی که ساخته میشه، شروع ساخت در واقع ساختمان سازی، که اونم در ماه می مثبت بود، اما همون در واقع همون شاخص به صورت ماه به ماه مقایسه ماه به ماه با ماه می ماهمه گذشته منفی بود، و این در کل وضعیتی بود که امروز ما در واقع در بازار داشتیم. اما مهمترین خبرهای امروز در واقع از اینها شاید مهمتر نشست روز اول فدرال و همینطور سخنرانی آقای دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا بود که تاکید کردند که با توجه به شرایطی که در وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا هست، سیاست‌های پولی باید ساده‌تر بشه به صورت خیلی خلاصه، و از همه مهمتر احتمال اینکه بانک‌ها در واقع بانک‌های مرکزی اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی در واقع دولت‌ها رو بخرن برای اینکه در واقع پولی تزریق بشه به بازار احتمالش زیاده، و همینطور کاهش نرخ بهره. این چیزی بود که امروز ما در وضعیت در کل داشتیم. اما اخبار رو بخوایم ببینیم که وضعیت اخبار چطور هست. وضعیت اخبار یه خبر خوب دیگه هم که در واقع تقریبا به وضعیت نسبت به بازار داشتیم بود که آقای ترامپ توییت کردن که در رابطه با گفتگوهای تجاری با چین، من خبرش رو پیدا کنم، در رابطه با گفتگوهای تجاری، بله، در رابطه با چین یه سری در واقع سری خبر در واقع خبرهای مثبتی دارن، بله اینجا هستش، و همینطور در صحبتهایی هم که داشتن بعد از وضعیت آشفته که در خاورمیانه پیش اومد، مخصوصا در خلیج فارس، گفتن که امریکا به هیچ وجه قصد حمله به ایران رو نداره، و اون اتفاقی که در رابطه با کشتی ژاپنی افتاد اتفاق کوچیکی بود و اتفاق چندان مهمی نبود. مهمترین خبرها این بود، اما همین خبرها در واقع باعث شد که بازار سهام در کل در امروز بازار سهام امریکا در کل بازار سهام امروز خوب بود، اما بازار سهام و اوراق قرضه امریکا، بازار سهام و شاخص‌های امریکا امروز نسبت به روزهای قبل خیلی بهتر بود و رشد خیلی خوبی داشتن. می‌بینید که اینجا در واقع S&P 500 رشد عجیبی داشت، خیلی نسبت در واقع مقایسه کنیم، همینطور نستک، داو جونز و همه کلاً شاخص‌ها امروز رشد خیلی خوبی داشتن در بازار. در رابطه با بازارهای دیگه می‌بینیم که در بازارهای اروپا هم همین عرض کردم، کلاً امروز بعد از سخنرانی آقای دراگی و خبرهایی که در واقع اخباری که از نشست فدرال داره در واقع پیش خبرها در واقع داره میرسه، این خبرهای مثبتی در کل برای بازار و بازار سهام هم ریاکشن مثبت به این مسئله نشون دادن، هم امریکا هم اروپا هم آسیا. فقط باز در واقع بازار نیکی 225 منفی بود که اونم بیشتر به خاطر قدرت گرفتن و بالا رفتن ارزش ین بود. امروز ین ارزشش خیلی بیشتر شد با توجه به اتفاقات سیاسی که در دنیا میفته،
در کل یعنی بخوام مقایسه کنیم، البته اون چیزی که میبینید الان در واقع در چند ساعت اخیر شروع کرده این مقدار به پایین اومدن ارزش خود ین نسبت به در واقع این شاخص ین دلاره، در واقع این وضعیت یو اس دی جی پی وای. اما خود ین در واقع خود ین امروز وضعیتش مثبت بود. در مورد بحث دلار همین شاخص یورو یو اس دی در واقع با مقایسه دلار با یورو با دلار که شاخص به همچنان منفی بود به خاطر اینکه میریم نگاه میکنیم که بسچ بخوام حالا دلار خودش قدرت در واقع افزایش پیدا کرده بود وضعیت امروز، اما پوند هم بعد از چند روز سقوط امروز بالاخره یه مقدار جون گرفت و وضعیتش مثبت شد. این در رابطه با ارزها، اما در رابطه با ارزهای مجازی، ارزهای مجازی امروز بعد از چند روز در واقع رشد بالایی که داشتن امروز ارزهای مجازی شروع کردن در واقع به ریزش تا حدی و نسبت به در واقع یه بخشی از در واقع گین هایی که داشتن، یه بخش از فایده هایی که در روز قبل داشتن امروز از دست دادن. اما بریم به در واقع چارت ها، این شاخص دلار هست. شاخص دلار امروز وضعیت صعودی داشته، همونطور که قبلا عرض کردم وضعیت دلار احتمالاً صعودی خواهد بود خود شاخص دلار، به خاطر بیشتر به این دلیل که در واقع درسته که حالا پیش بینی هایی در ارتباط با در واقع بازار، انتظار بازار بر کاهش نرخ بهره است و اگر کاهش نرخ بهره صورت بگیره ارزش دلار پایین‌تر خواهد اومد، اما بحث اینه که پیش بینی نمیشه که کاهش نرخ در واقع کاهش نرخ بهره در این نشست فدرال انجام بشه. برای همین فعلا دلار، خود دلار در واقع رو به بالا هستش و در مقابل شاخص یورو یو اس دی، یورو دلار به سیر در واقع نزولی خودش ادامه داد و بعد از اینکه در واقع یه چند روز کارکشن داشت دوباره برگشت به سیر نزولی خودش و داره کم کم به سطح در واقع 11.8 میرسه. البته سطح کلیدی رو بخوایم در نظر بگیریم الان در این سطح خیلی کلیدی مهمی هست و اگر چیزی که در واقع مشخص هست اینه که ما هولوهوش در واقع با این وضعیت تا هولوهوش 1.1161.20 خواهیم رسید و بعد از اینش دیگه در واقع 61.50 خواهیم رسید و بعد از این با توجه به خبرهایی که خواهیم داشت که فردا، ولی سیر نزول در کل، سیر در هم در چارت های 4 ساعته سیر نزولی، در چارت 1 ساعته، در چارت 1 ساعته سیر صعودی یعنی داره برمیگردین کارکشنی رو که از دست داده بود و داره در واقع جبران میکنه تا حدی در چارت 3 دقیقه هم صعودیه، اما در چارت های بزرگتر یعنی در چارت 4 ساعته وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در حالت کلی در وضعیت نزولی قرار داره. USDJPY همونطور که عرض کردم خدمتون، این قسمتی که در واقع وضعیت که بالا رفت بیشتر در واقع به خاطر دلار بود که اینجا صعود کرد، اما دوباره برمیگرده USDJPY به سمت پایین و دلیل اصلیش هم در واقع عرض کردم امروز ین، خود ارزش ین در واقع رشد داشت و با توجه به شرایطی که امروز نگرانی هایی که در اول صبح ایجاد شده بود، شاخص در واقع شاخص های در واقع سهام نیکی 225 پایین اومد و در مقابل ارزش ین خیلی بالا رفت صبح و میبینید که تا در واقع شاخص USDJPY تا تقریبا 1.108 در واقع خلوش 108 در واقع دقیقا تا 108.00 هم رسید. اما در حالت کلی بخوایم نگاه کنیم الان در چارت یک ساعته روند نزولیه، در چارت 4 ساعته اما روند در حالت تقریبا خونسا و تا حدی رو به بالا چیزی که میتونیم در چارت ببینیم، اما در چارت کوتاه مدت در چارت 30 دقیقه روند کاملا نزولی داره، در واقع چیزی که داره مشخص، چیزی که داره نشون میده روند نزولیه. ما یه سطح کلیدی اینجا برای USDJPY داریم و اون سطح کلیدی هم اینجاست، یعنی 107.95. این 107.95 اگر شکسته بشه یا در واقع خود که امروز خیلی نزدیک هم شدیم به اون، این 107.95 اگر شکسته بشه ما اون نرخ 104 که قبلا خیلی زمان خیلی زیادی هم ازش میگذره، اون نرخ 104 که داشتیم در واقع
به اون دوباره نزدیک خواهیم شد. اگر این نرخ 104 که ما آخرین بار در 2018 در واقع اواخر 2018 و اول 2019 تجربه کردیم، این نرخ 104 بعید در واقع دور از دسترس به نظر نمیرسه با این وضعیتی که داره پیش میره، یعنی این با این وضعیتی یعنی که داره پیش میره رسیدن به نرخ 104 زیاد دور از انتظار نیست. اما پوند همونطور که عرض کردم خدمتتون امروز بعد از چند روز سیر نزولی امروز مقدار جون گرفت و در واقع شروع کرد به اصلاح کردن چیزایی که از دست داده بود. در چارت یک ساعت همچنان مثبت سیرش، در چارت 30 دقیقه‌ای و کوتاه مدت هر هم می‌بینیم همچنان مثبت، در واقع نشانه‌ای از برگشت نداریم. همینطور در چارت 4 ساعته، یعنی در کل در چارت 4 ساعته ما می‌بینیم که روند داره البته در چارت 4 ساعته نه در چارت 4 ساعته در چارت 4 ساعته روند همچنان منفی، ما تو روند منفی هستیم، نزولی هستیم. اما در چارت های کوتاه‌تر یک ساعته و 30 دقیقه‌ای یه نشانه از اصلاح داریم، چیزی که اتفاقی که امروز افتاد. در رابطه با وضعیت طلا، وضعیت طلا امروز یه وضعیت در واقع کمی به هم ریخته داشتیم، یک سری صعودی و بعد بلافاصله سری نزولی که بعد از اون داشتیم که بیشتر در واقع تحت تاثیر دو مسئله بود. سیر صعودی صبح اول به خاطر در واقع وضعیت آشفته خاورمیانه بود که این تنش‌های خاورمیانه باعث شد که طلا به عنوان پناهگاه امن ارزشش بالاتر بره و بیشتر شد. اما این سیر نزولی که صعودی که داشت بیشتر در واقع بعد از وضعیت در واقع ارزش دلار که رفت بالا بیشتر به اون دلیل بود. و الان در واقع با توجه به می‌بینید که به شاخص در واقع وضعیت حرکت دلار بعد از اون در طلا هم این در واقع تغییرات ایجاد شد، صعودی داشت و اینجا نزولی. اما تا قبل از اون این سیر صعودی که ما تا اینجا داشتیم در ارتباط، یعنی وضعیتش بیشتر به خاطر تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی بود که در دنیا داشتیم و در واقع طلا تبدیل به یه پناهگاه امن شده بود. اما در رابطه با نفت، نفت امروز خیلی در واقع رشد عجیبی داشت و این رشد عجیبش رو هم باز هم در واقع به چند تا مسئله بستگی، چند تا مسئله دخیل در این رشد عجیبی که داشت. امروز ما تقریبا از 51.50 در اوایل صبح رسیدیم به قیمتی که الان در واقع 54.5 تا نزدیک 54.50، یعنی 3 دلار افزایش ما داشتیم از خلوش 51.62 تا 54.50. این رشد رو بیشتر دلیلش در واقع به چند تا مسئله بود. یکی تنش هایی که دوباره در بحث، یعنی اتفاقی که صبح امروز در واقع اعلام شد که خواب در واقع ارتش امریکا داره نیروی جدید 1000 یا 1500، بعضی گزارش ها 1000 بود بعضی گزارش ها 1500 نیروی جدید داره به خاورمیانه به خلیج فارس اعزام میکنه و این بالا رفتن احساس در واقع تنش در بازار باعث شد که این سیر صعودی رو داشته باشیم برای نفت. اما چیزی رو که میتونیم ببینیم در چارت 4 ساعته همچنان سیر نزولی داره، علاوه تکنیکال داره به ما در واقع وضعیت رو نشون میده. در چارت 1 ساعته به وضعیت خرید بیش از حد رسیدیم، هم در RSI و هم در استوکاستیک و یک کارکشن خواهیم داشت اینجا. اما در چارت 30 دقیقه، در چارت 30 دقیقه هم همینطوره. چارت کوتاه مدت 30 دقیقه و 1 ساعته نشان از یک در واقع برگشت دارن، اما در چارت 4 ساعته همچنان روند صعودیه. در مورد ارزهای مجازی همونطور که عرض کردم خدمتتون، ارزهای مجازی امروز بعد از در واقع چند روز سیر صعودی که داشتن، امروز سیر نزولیشون شروع شده و در واقع یا نیاز به یک کارکشن دارن که این گپ رو پر کنن و یا اینکه در واقع تب و تاب بازار افتاد. در مورد با ارزهای مجازی، چیزی که بازار رو در چند روز گذشته در واقع خیلی تکون داد و در واقع اخباری بود که در تو با ارز مجازی فیسبوک بود و اینکه فیسبوک هم وارد ارز مجازی شد و ویزا کارت و مستر کارت، این دو تا شرکت بزرگ هم هر کدوم یه بخشی یه سهامی از این در واقع ارز مجازی رو خریدن و قراره که تا سال در واقع سرمایه گذاری کردن و قراره تا سال 2020 وارد بازار بشه. اما بیشتر در واقع مثل ریپل خواهد بود این در واقع ارز مجازی که بیت کوین خواهد داد، یعنی در واقع بیشتر نقش جابجایی در واقع انتقال پول و پرت در واقع انتقال از یه نقطه از نقطه A به نقطه B خواهند بود و همینطور نقش در واقع پرداخت برای پرداخت آنلاین استفاده میشه. این چیزی که در واقع در رابطه با بحث
ارزهای مجازی بود. اما شاخص ها همونطور که عرض کردم خدمتون، امروز شاخص های در واقع بازارهای امریکا رشد خیلی خوبی داشت، هم S&P 500 هم داو جونز و هم USA 100. امروز ما در کل وضعیت سهام و بازار شاخص ها رو در امریکا مثبت دیدیم به خاطر سخنرانی که هم در واقع آقای دراگی داشت، هم در واقع پیش بینی هایی که در نشست و بیانیه فدرال رزرو و FOMC کمیته بازار آزاد فدرال امریکا به گوش میرسه. این وضعیت کلی بازار بود و امیدوارم که به دردتون خورده باشه و تا ویدیوی بعدی و فردا خدا یار و نگهدارتون.